سلام بر همگان من بن سبتی سخنگوی اداره دیپلماسی عمومی اسرائیل به فارسی اینجا هستم تا اخبار و گزارشات روزانه را به فارسی در اختیار شما قرار دهم شنبه 27 ژانویه جامعه جهانی روز یادبود هولوکاست را گرامی می‌دارد که 79 سال از آزادسازی اردوگاه اوشویتز توسط متفقین برگزار می‌شود هولوکاست بزرگترین تراشدی تاریخ معاصر بود نسل کشی که باعث کشتن 6 میلیون یهودی شد هولوکاست در تاریخ یهودیان حک شده و تفکر، اخلاق و اعمال ما را تاثیر می اگرچه 79 سال از هولوکاست میگذرد اما یهودیان هنوز مورد هدف قرار می گیرند هفته اکتبر مرگبارترین و وحشتناکترین روز خشونت علیه یهودیان از زمان هولوکاست بود برخی که از هفته اکتبر و هولوکاست جان سالم به در این دو رویداد را مقایسه می کنند هارات از آنمان نازی گریخت اما هفت نفر از اعضای خانوادهش تماسات حماس رو بوده شدن این این او گفت این یک هولوکاست واقعیه اینو در نظر ماشوان. بگیرین یک زن باردار با چاقو بریده بشه این هولوکاست نیست اگر نوزادان کشته شوند این هولوکاست نیست این یک هولوکاسته اونا وحشی هستند اما به نظر میرسد در تظاهرات های حامی حماس در سراسر سر جهان که خواهان فلسطین آزاد هستند این وحشیگری تا حد زیادی نادیده گرفته می شود در مقابل نخست وزیر بریتانیا ریشی سوناک در تظاهراتی گفت اونهایی که از شعار رودخانه تا دریا حمایت کنند یا احمقهایی هستند که نمیفهمن چی میگن یا بتر از اون افرادی هستن که میخوان دولت یهود رو از نقشه محو کنن کسانی که در مطالعه تاریخ کوتاهی میکنند محکوم به تکرار آن هستند آن کار کشدار هفت اکتبر به طور فزاینده محبوب شده هفتاد درصد از آمریکایی ها از زمان حملات هفت اکتبر هماس در معرض اطلاعات نادرست قرار گرفته و تاریخ در حال تکرار است حقایق اما به شر زیر است اسرائیل با هماس آتش بس داشت اما هماس در هفت اکتبر آن را شکست حماس هزاران عامل را برای یورش به اسرائیل فرستاد و به اونها دستور داد تا وحش و ترس در وجود هر فردی که میتوانند ایجاد کنند نوزادان، کودکان، سالمندان، مردان و زنان قربانیان فجیع ترین جنایت علیه بشریت شدند مردم مورد تجاوز قرار گرفتند شکنجه شدند سوزانده شدند سرها را بریدند دهانها بسته شد و قصابی شدند درست مثل هولوکاست این نسکشی بود با این حال اسرائیل منتظر شنیدن حکم موقت دادگاه بین‌المللی در مورد شکایت افترامیز آفریقای جنوبی است که عملیات اسرائیل برای آزادی گروگانها و رفع تهدید حماس علیه غیرنظامیان را نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه می‌داند. هیچ چیز نمی‌تواند دور از حقیقت باشد. اخیرا دولت اسرائیل با عرضه شش ماهه آرد به غزه موافقت کرد. دولتی که دشمنان خود را تغذیه می‌کند، هدفش نسل‌کشی نیست، در حالی که حماس میخواهد آن را بارها تکرار کند ما باید به یهودیان دستی بدهیم هفت اکتبر ده اکتبر یک میلیون اکتبر دستی که 79 سال پیش آموخته شد در پوست و خاطرات ما بر اجداد ما حک شده درس این بود که وقتی یک دشمن آدمکش خشمگین با ایدئولوژی افرادی میخواهد یهودیان را نابود کند سکوت نکنیم دولت اسرائیل و جهان به مردم یهود وعده دادند که دیگر هرگز دیگر هرگز دیگر نیست مانند همیشه ما در تمام ساعات شبانه روز با اطلاعات تماس روی صفحه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم سپاسگزاریم